درختان ایستاده میمیرن، فیلمی با بازی کتایون و منوچهر وسوق محصول سال 1350. پیرزن میلیونری آخرین روزای زندگیشو میگذرونه. تنها آرزوشم اینه که نوه و نامزدشو ببینه. اطرافیان پیرزن سعی میکنن این خواسته اونو عملی کنن، ولی خبر میرسه که نوه پیرزن تو سقوط هواپیما کشته شده. اطرافیان پیرزن که میدونن اون آخرین دفعه کودکی های نوشو دیده، جوون تعمیرکاری رو انتخاب میکنن، دختری رو هم به عنوان نامزدش معرفی میکنن. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. که اتصالی داشته باشه به جنابالی چه مربوطه؟ چند از همسایهاتون تازگی رادیو و یخچال و چیزای دیگرشون سوخته، فکر میکنن از اتصالی خونه شما اینطور شده. اینه که با من گفتن بیام یه نگاهی بکنم. خیلی خوبه، محاسی زودتر بگی. بی تو برونشون. ببین داداش، سیمای برق از تو حیات کشته شده. یه سر سیم هستی تو این لوستره، یه سیم هم رفته از یه اتاقای بار. هیچ اتصال نمی کنه؟ نه، تو حالا که نکرد. سوزده نداره دیگه. به به، چه ظرفه قشنگی، حتما بدلیه. نه چی؟ بدلی توی که اینجا وایسادی؟ پس این ظرفه حالا 200,000 تومان میارده. 200,000 تومان؟ پس چی؟ اینا نسلن در نسل توی خونه باقی مونده. اصلا عتیقه. عجب. نفهمیدم چی کار میکنی؟ این قفله. کاپ کلیدش کجاست؟ کلید چه ماچه کاپه؟ میخوام ببینم اتصالی برق از این تو نباشه. نداشم این تو اتصالی نکرده، چشمتم در میش کن. سیم اونوره، یالا باری بینم. یالا چیه؟ سب کن ببینم. بچرخ ببینم. بچرخ هم؟ یه دو دور خودت بچرخ. آخه واسه چی؟ میگم بچرخ به تو چیه؟ خیلی خب، یه چرخ زدن. انگار بدک نیستی. چی؟ ببینم سن و سال چقدر؟ به سن و سال من چی کار داری؟ مرد حسابی. درست همونی هستی که من میخوام. منو میخوام؟ برای خودم نمیخوام. پس برای کی میخوام؟ برای آقام میخوام. برای آقا؟ آقا حالا میاد. آقا سب کن، سب کن. آقا تشریف بیاری. نری ها وسط دفت داره. آقا زودتر تشریف بیاری پایی؟ بله آکس، من رفتم. کجا؟ حوصله داره. وایسا بیارم، کجا داری میری؟ به تو میگم وایسا. ولم که بابا، من کار زندگی دارم. آقا اگه ببینه تا حتما خوشش بیاد. آقا دیگه کیه؟ ببین، اونه هاش. دزد سیاه پوش، فیلمی با بازی بهروز وثوقی، پوری بنایی و تقی ظهوری، داستان دو برادره که تو کودکی طی حادثه ای از همدیگه دور میافتن و بعد از مدتی وقتی همدیگه رو پیدا میکنن که یکی معروف به دزد سیاه پوش شده و اون یکی نماینده قانون. از این پس حوادث زیادی رو اتفاق میفته که طی اونا دزد سیاه پوش نشون میده نمیتونه به زندگی طبیعی و درست برگرده و این طوریه که دو برادر مقابل همدیگه میایستن. قسمت هایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. رقیب نداره توی دنیا، میان میخوام درست کنم حرم سرا رو، قربون برم از جون و دل ناز شما رو. جمشین دیالا بگیم ماشالله، دیدی چه گفتم گردن. دخترم بیا اینجا پیش من بشین. عزیزم تو تنها کسی هستی که میتونی حسین راه نمایی کنی. آخه چطوری مادر؟ حسین تا قبل از آشنایی با شما قلبش مالا مال از کینه و نفرت بود. فقط یه عشق میتونست جای اون همه خشم و انتقامو بگیره. این یه ماه اون به شما علاقه پیدا کرده. کاری کنین که دست از دزدی ورداره. چشم، سعی میکنم. شما استراحت کنین. خداحافظ. متشکرم. خب دیگه من باید برم. کجا؟ امشب آقای احسان تو منزلش یه جشن گرفته، من باید برم اونجا. من نمیخوام تو بری پیش شهرام، میفهمی؟ خیلی خب، حالا که دلت نمیخواد نمیرم، ولی باید به من یه قولی بدی. چه قولی؟ هرچی میخوای بگو. من ازت میخوام که دیگه دنبال کارهای گذشتت نری. بازم که همون حرفا رو از سر گرفتی. چند دفعه بده، من برای پول نیست که این کارا رو میکنم، برای انتقامه. ببین حسین،
من به خاطر تو حاضرم همه زندگیمو زیر پا بذارم، با شهرام به هم بزنم، مخالفتای پدرمو رد کنم، اما تو هم باید اقلا این گذشت کوچیکو به خاطر من بکنی. من تا زهرمون به مردم دنیا نریزم آروم نمیگیرم. خواهش میکنم حسین، من تو رو دوست دارم، میخوام در کنار تو خوشبخت باشم. اگه منو دوست داری راه زندگی. محمد علی فردین تو سال 44 فیلمی به اسم خوشگل خوشگلا را با بازی خودش و سهیلا کارگردانی کرد. فردین تو فیلم یه راننده تاکسیه که یه روز اتفاقی رفیق زمان خدمتش رو میبینه. پسره باید به همراه دو تا برادر دیگهش به خواستگاری سه تا دختر از یه خانواده پولدار برن، ولی یکی از این برادرها نمیتونه بره. به همین خاطر از فردین میخواد که نقش یکی از این برادر رو بازی کنه. بخشهایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. خیلی خوش گذشت، دخترها رو هم دیدم، مثل ستا دست گل بودن. من که ازشون خیلی خوشم اومد. پس پسندیدیشو ها؟ 100%. خب تو خسته ای عزیزم، برو استراحت. خیلی خوب. دیگه لشبازی تموم شد. چی شده؟ باید با این دخترها ازدواج کنیم. کی؟ کدوم دختر؟ بابا با دخترهای دوست من آقای انسان دوست. بابا من متاسفم. نفهمیدم چی گفتی؟ عرض کردم که متاسفم. اگر ازدواج نکنی کچل از اسم محرومت میکنم. من دیگه از ولگردی های تو خسته شدم، باید این کارو بکنی، فهمیدی؟ بابا آخه آخه و کوف دیگه هم حرف نزن فیزخلی. بله قربان. جس بله قربان. جس بفرمایی قربان. گوش کن، بله فورا ماشین حاضر کن. کدوم ماشین قربان؟ کادیلا کنم، شبلت کنم، پونتیاگو. چشم قربان، اصلا ماشین بخوام با درشته بیرم. یه تلگراف هم به تهرون بزن با آقای انسان دوست بگو ما فردا بیاید. اجاد میشه کچر. من نفهمم، شما ها پا به پای من لش بازی میکنین، اما پاپا پوششو به من میده. آخه ما جادو کردیم. تو دیگه شورشو در آوردی بابا، همش گردش، همش تفریح. جلوشو بگیر، جلوشو بگیر. تفلکی تو که نه تفریح داری نه گردش. شوخه شوخه، جدی شد. حالا تکلیف من چیه؟ هیچی تکلیفی نداری، یه دختر خوشگل بازت گیر آوردن، بپر بگی باش عروسی کن. چه چیا بپر بگیرش؟ مگه گرمه است؟ واش اون وقت جواب سوسن رو که میده؟ اگه بفهمه من ازدواج کردم پوست از کلم میکنه. وای تو هم که کشتی ما رو با اون کله گره. وقتی فهمید کار از کار گذاشته اون وقت راضی میشه. نه نمیخوام اینطور بشه، من سوسن رو دوست دارم. فعلا که چاره اینی، برو بهش بگو بابا میخوام منو بفرسته تهرون دنبال. ماجرای فیلم داماد فراری با بازی آذر شیوا و همایون از این قراره که پدری قبل از مرگش وصیت میکنه که دو فرزندش به شرطی وارث اموالش میشن که نوه‌هاش به عقد همدیگه در بیان و بچه دارشن. دو برادر سعی میکنن بچه‌های خودشونو به ازدواج با همدیگه راضی کنن، ولی مهری دخترمو و مهدی پسرمو هر کدوم به تصور اینکه اون یکی به قصد تصاحب ثروت راضی به ازدواج باش شده از این کار خودداری میکنن. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. بس ماچ تو ماچ شده، آدم نمیدونه کیو برای چی ماچ میگیره. بس دیگه، بس دیگه، بس دیگه. امیدوارم این مسافرت ماه عسل به هر دوی شما خوش خوش بگذره. بگذره. این ماه عسل هم از اون رسمای خوبه. خوبه. آه که من میمیرم برات. منم میمیرم برات. من میمیرم. گوشه دل. خلوت. بس. زیبا. زیبا. در دامن طبیعت. عشق. عروس و داماد کنار هم، در آغوش هم، چه لحظه پرشوره. مرد چه خبره داره؟ شما خیال رفتن تو عوالم ما اثر اون لحظه های پرشورشه که آدم از زن بسه دیگه، بسه دیگه. زودتر مطلب اصلی رو بگو. کدوم مطلب رو؟ تاکسره دو از ماده چهار. راست بگی، این کار کار رابی. رابی میگم رابی این کار بکنه. بگو راجب تاکسره دو از ماده چهار وصیت نامه تو بهشون، تو بهشون بگو. اون با من آره، تا اینا صاحب بچه نشن که ارث و مرث و باقی به ما نمیرسه. ملا قربان هرچی باشه شما بزرگتره، این بهتر موضوع بچه دار شدن خودتون بشه. آره راست خودم بهشون میگم. در ضمن بخواستم بهتون بگم خدا بیامرزه مرحوم مادرتون. تو همون شبای ماه اول عروسی بود که ایزای سفرم بود. خدا تو رو بادا. مقصودشون اینه که تبصره دو از ماده چهار رو تو همون ماه رو پشت بون اجرا کردن. حالا پسرم باید کنی که تو پسر
همین پدری. همین پسری. و تو دخترم باید ثابت کنی که دختر همین پدری. که پدر همین دختری. یعنی تفسیری تو از ماده جار تو ما آخر باید این داد. نفهمیدم. این تفسیر و ماده دیگه چیه؟ آخر میدونی؟ خانده دار جان خانده دار شما بگیم برو چی رو؟ همون مطلب رو دیگیم راست و دمدش اینه که تو این ماه اصل باید صاحب یه چیز بشین صاحب یه تبصره دو از ماده چهار یعنی صاحب یه بچه بشین یه بچه بشین بچه؟ به من مربوطی نیست تبصره دو از ماده چهاره ها شما صاحب یه بچه نشین آقایونا نمیتونن اون ارث و میراث و باغ شمرون رو حفلو کنن ولی قرار ما دیگه تبصره و ماده نداشت خب حالا که پیدا شده تو دیگه چی میگی؟ بالاخره هر عروضی یه تبصره دو از ماده چهار به دنبال شد بله این مال پدرت پس مدل چی هستیم بریم خیلی خوب بریم فکر کنید آ ببین مرگ پدرات این تبصره رو فراموش نکنین آندادا جان خودم جلسه شروع میگن تمام ارث و مرس و باغ شمرون ما بستگی به این ماه اصل داره ها خب حالا چی میگی میگن چطور علی و حسن بفرستیم مواظبشون باشن شاید به کمک احتیاج داشته یعنی خیال میکنیم می اینقدر دفاع چلوفتیر که به کمک علی و حسن احتیاج داشته باشه تو چی میگی سفر و هزار جور خطر علی حسن زود برین دور دورا مواظبشون باشین اگه احتیاجی به کمک داشتن کمکشون کنین یالا زودتر نگاه کنین اگه کمکی چیزی هم تونستین با خودتون ببرین آره زود بشین بیرون ما رفتیم برای گرم آجا جان خان دادا جان خان دادا نمیدونم که این دل صاف برده من مثل سیر و سرکه داره میگه دل صاف برده این منم مثل سیر و سرکه میگه خان دادا جان میگم صحبت 2,250,000 تومان پول اون باغ شمرونه چطور تو هم بری مواظبشون باشی البته که میرم تمام زندگیمون رو این ماه اول نمیدونم چرا اینقدر دلم داره شور میزنه آی خان دادا آی شما چی مگه ما نمیخویم بریم رامشتر تا اونجا از نزدیک ببینیم بی وفا فیلم سوگولی با بازی ناصر ملک مطیعی و فروزان محصول سال 1349 برادر بزرگتر وقتی متوجه میشه که برادر کوچیکترش تو دام هوس رقاصه گرفتار شده دختری رو سر راه اون قرار میده برادر کوچیکتر به زودی شیفته دختر میشه اما برادر بزرگتر هم عاشق اون دختر شده دختر بعد از اطلاع از این ماجرا برای اینکه بین دو برادر جدایی پیش نیاد هر دو رو ترک میکنه برادر بزرگتر که خودش رو مسئول خوشبختی برادر کوچیکتر میدونه اون رو به دنبال دختر میفرسته بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم باز اینا چیه این کلا رو از کجا بودی رضا خدا رسیده بی خودی که آقا فکولیه رو ماچمولی نکردن نه کم کم دارم بهت امیدوار میشم رضا دوزی بی خودی امیدوار نشو خیلی ازت بدم اومد نفهمیدم آخه چرا آخه اون بیچاره به ما کمک کرد و بدون کرایه ما رو رسون مریض خونه اون وقت به جای تشکر جیبش رو زدی اینقدر سخت نگیر سوگلی اگه این زرنگی رو نکرده بود حالا نسخه بابا تا کجا بیپیچیدی بابا مگه بمیره بهتره تا با پول دوزی مالجه بشه بعد همین فردا صبح کیفش رو ببریم پسش بدیم ولی ما که اون رو نمیشناسیم که حتما اسم آدرسش تو کیفش ها خیلی خوب حالا یه کاری میکنم نه سیخ بسوزه نه کباب 100 تومن ناقابل از این کیف غزار حسنه میگیریم نسخه به صاحب کیف بگیم بده کاری مامو نداریم بدیم درسته سره بوری که نمیبره آره خیلی خوب باشه پس رضا زودتر برو نسخه رو بده باشه صاحب کو پسر کیفو بده من نگرش دارم خوب نیست پول مردم دست تو جوون جو علق باشه که بری خرج عتیناش بکنی بیا بگی یالا بری ببینم جانم علاج قربون قد و بالات بره خانم جون ببین چقدر پول دارم اگه با من دوست بشی همه شو به پاد بیرسن ترمز گیریم داری از کیسه خلیفه میبخشی چه کنیم سوگلی خانم همین حاتم بخشی ها رو کردیم که به این روز افتادیم